همه چی از این خونه شروع شد. خونه قدیمی بچگی من. من عاشق نقاشی بودم و تنها نقاشی که خوب میکشیدم آدمک بود. آدمک تنها چیزی بود که دوستش داشتم و تو تمام نقاشیام پیداش میشد. حالا که سالها از نقاشی بچگی من میگذره، آدمک برگشته. نه تو نقاشی ها، تو ذهن من. همه جا میبینمش، انگار حرف داره، میخواد منو برگردونه به روزای بچگی. در دیوار تمرینی دوربینه از دستت آرامش نداره. تو چی کار داری میکنی؟ حالا من دارم نقاشی بچه ها میمونم برای این کار استفاده کنم. چی کارم داشتی؟ صدام زدی. میگم تو اینجا چی میبینی؟ چی؟ نقاشیه دیگه. دو تا درخته و یه پرنده است و خب میدونم، منم اینا رو میبینم. تو چیز دیگه ای نمیبینی؟ نه، تو چیز دیگه ای میبینی. من بولا این چیز دیگه ای هم میبینم. آدمک بازیگوش‌ترین دوست بچگیم، شاید هم تنها دوست بچگیم. آدمک رو که کشیدم فهمیدم چقدر نقاشی بازی دوست دارم. دنیای نقاشی و رنگا رو، دنیایی که با آدمک می‌ساختم و توش زندگی می‌کردم. حالا که آدمک برگشته می‌خوام نقاشی بازی کنم، برم پیش بچه‌ها ببینم اونا هم نقاشی بازی می‌کنن. اومدم پیش دوستای کوچولو تا برام نقاشی بکشن. به هم بگم نقاشی بچگی چی هم؟ اصلا چی میشه که بچه ها نقاشی میکشن؟ داداشا چی کار میکنه الان؟ به اینجا پیش ما؟ تو هم نقاشی میکشی؟ بله. چی میکشی؟ من یه بیمارستان برام میکشم. یزن چی میکشی؟ یه ماشین آتش نشانی. ماشین آتش نشانی چون چرخش زیاده پس. این قدیمی هست. اون قدیمی ها چرخش زیاده هم؟ کجا داری میره؟ داره میره یه جایی آتیش گرفته.
یزن تو الان چجور نقاشی های کشیدی؟ آتش نشان بود به کل چیزایی. نه اصلا برای چی کلن نقاشی میکشی؟ هنر؟ آره تو هنر هنره؟ تو میخوای هنرمند بشی؟ نه اصلا چی کاره میخوای بشی؟ آتش نشان. آتش نشان؟ بله. آتش نشان مگه هنره؟ هنره دیگه. واقعا؟ الان یه چیزی یاد گرفتم و فاطمه دوست داری بزرگ شدی چی کاره بشی؟ نه نمیشم. چجور هنرمندی؟ مثلا نقاش؟ نه. همین نقاشی کشتن دوست داری؟ دوست دارم، نه زیاد، نه کم. ببین، بذار بگیرم، بعد دوباره نشونت میدم. بذار علمو بگیره. حالا اونو که گرفتی میه برای اون نقاشی بکشی؟ آره، میه. نه این کارا نیست. هنر چیه؟ هنر چیزیه که باید فقط نقاشی کنی، هیچی هم نگی. آفرین، اینو که بگید داده بود خودت همین الان به ذهنت رسید؟ باری کرده تو خیلی هنرمند خوبی هستی. آخه من باقوشترین آدمی هم دنیا. آرمین چی میکشی الان؟ الان بیمارستان. تو هم داری بیمارستان میکشی؟ این که اینجا خط خطی کردی این چیه؟ ساخت مامن. خانمی میشه یه نقاشی کشید که مثلا باب اسفنجی پرستارش باشه؟ تو بیمارستان؟ مثلا هیچ بیمارستانی تو دنیا نیستش که باب اسفنجی پرستارش باشه؟ کلن که با زبان قهری شما نه؟ با ایما اشاره با ما گفتگی میکنی؟ نقاشی ذهن آدم رو باز میکنه و به آدم آرامش میده. چی دوست داشتی بگی الان به من؟ یه چیزی میخواستی بگی؟ نه. یه چیزی میخواستی بگی؟ نه. یزدان به نظرت ماشینت یه چیزی کم نداره؟ نه. مطمئنی؟ آتش نشانی. آفرین. آوردی بذاری از روم بکشی یا نه؟ میخواستی به من ثابت کنی هیچی کم نداره. ثابت کردی. من کمکت کنم یا نمیخواید؟ این نیمایی بذار بیام. آفرین. این چیه؟ یه نقاشی دیگه ته؟ آله. اینا از لاس که رنگ کردی آره؟ فاطمه میگه یه نقاشی برات کشیده. یادته چی بود نقاشیه؟ آره. چی بود؟ فضای سبز. میشه دوست دیگه هم داری؟ آره. آره چرا که نمیشه؟ مهندسه. سلام مهندسه. سلام. خوبی؟ مرسی. تو هم نقاشی کشیدن دوست داری؟ بله. به چرخ خوش شده؟ آنه.
نقاشیش تمام شد؟ باید نقاشی تو میکشی تمام کنی؟ کامدار الان تمام شد بسه بلد بازم شد فاطمه تاله با دوستات نقاشی کشیده بودی؟ تو مدرسه چی؟ چرا باید رفتم حالا این خانمه که تو نقاشی تو؟ دست رو برده و دست رو برده بزن این خانمه رو این خانمه این خانمه خانم پرستم به به چه نقاشی خوشگلی اما نشونش میدی؟ بگی ما صورتت هم ببینیم دیگه بگیر کنیم آفرین یزدان خسته نباشی تموم شد آرمین؟ نه جلوی خودت رو دستی خواهیت هم ببینم دیگه آفرین مرس این مال کدوم بخشه؟ چی؟ این مال کدوم بخشه؟ مال خودم هم نمیدونم مالیست فیلمنامه درست درمونی به من دادی نه هیچ تصویری نشون دادی به من نه داستانت هنوز معلومه من اصلا نمیدونم فیلمت راجع به چیه راجع بهش که میدونی آره خب نقاشی بچه ها بگی کن همین بسه مثلا نقاشی بچه ها خودش یه دنیاییه صرف این که تو میگی یه فیلم دارم میسازم خودم نمیدونی تنش چی قراره بشه چجوری میخوای کل این دنیای نقاشی بچه ها رو مثلا به تصویر بکشی نه خب بچه ها الان دارن برام نقاشی میکشن در مورد نقاشی هاشون حرف میزنن در مورد دنیای خیالشون حرف میزنن حالا قدم به قدم تو این اتفاق دارم باشون میرم جلو راست شاهین من فکر میکنم نقاشی کردن بچه ها با بازی کردنشون خیلی عجینه یعنی نقاشی میکنن که بازی کنن یه نقاشی و معادل هم بازی کودکانه میدونیم آره وقتی روی سنگ فرش های پارک لاله را میری اول به چنارا میرسی و بعد به راسته کاجا ساختمان قدیمی کانون اونجاست کلاس نقاشی کودکی 20 سال پیش هنوز همون جوریه مثل قدیما هواش من یاد بچگی میندازه دوست داری؟ خیلی دوست داری.
موسیقیه؟ آره. اونا سنگای کف زمینه؟ نه، نیش نمی کنم. بله؟ بیا برای باز کن. تورت آسمون آبی داره شهر. دوست داشتی تهران این شکلی باشه؟ بعضا تهران هیچ وقت این شکلی میشه؟ یه بار نفهمی که کلاس سیاره و اینا بایم میلو و اسماشون که اینا بعد یه بار نفهم رنگ سخت رنگ میزنم افتاده بودی چی آدمه که تو میگی؟ آیا همین جا بود؟ داشتم تقریبشو کردم. ای بابا دل کن علی رضا بابا خیالات فرقی خیالات چی؟ شما اینجا بیا بیا چی شما؟ بیا بیا چیکار میکنی؟ این آدمه که میگی؟ این جلوی زرفی چی؟ صداش بزنم هم چی میکشی؟ نه چیزی نگیم آقا پسر چی میکشی؟ با... شوانی چرا هم چی میکرد؟ من دارم قشنگ دیوونه میشم خودم اکی اینجا رو میگونم این آدم ها که خودته؟ دقیقا نخوشی من آه خدا اشتر یه نداره یه سوال دارم ازد اینه چی دیگه کشیدی؟ من نمیدونم هر رویه که اینا چیه دیگه؟ جشنواره نقاشیه اه آدم Thank you.
شهید رضا مرشدی فر هادی الهه راجی سلام حال شما خوبی؟ خوبی؟ چرا با دوربین روشن؟ سلام سلام آقای دکتر شما خوبی؟ خوبین؟ سلام باشین خوش آمدید مرسی اگر من امروز حرف بزنیم اومدیم حرف بزنیم دیگه ما با دوربین روشن میگیم حرف بزنیم کمترین کاری که میشه کرد اینه که به اندازه توانتون بچه‌ها رو بخندونیم و یه راهی پیدا کردی که از طریق نقاشی این کارو بکنی؟ نقاشی بله، نقاشی پیشنهاد یک دوستی بودش که خب همیشه ما وقتی برای عیادت میریم و گروه هایی که در واقع برای عیادت میرن ساده ترین و دسترس ترین چیزی که هست نقاشیه، این که بچه‌هایی که کاغذ بذاری جلوشون و نقاشی بکشن یا باهاشون یک کاردستی بسازی. بعد حالا دلش درد میکرده، بعد رفته پیش دکتر یه اعتماد خوبی داشته، بعد جراحیش کرده، بعد خوب شده، گل بهش داده، وقت سلامتی حرف شماست. یه شنید داستان خب خیلی برای من جالبه که در واقع یک کودکی میگشه، ولی از اون وقت یک داستان دیگر بود که یک کودکی نوشته بود که سلامتی تاجیش بر سر کودکان که فقط افراد بیمار آن را میبین. با یه تاجی کشیده یه مثلا به فرض یک نقاشی که این برام پست شد یعنی در واقع اومده بود خب یه فردی که توی بیمارستان بستری بود و خب به زیبایی اومده کشیده و خب داره به مادرش میگه که من زنده ام مادر یعنی مثل یونسه؟ هم بیماری یونس رو داره اما خب به دلیل شرایط الان یه ذره حال جسمانی شاید خوبی یونس نباشه. سلام علیکم. سلام. امیرعلی علی رضا دوست منه. بعد امروز خوبی امیرعلی؟ بهش گفتم امیرعلی خیلی نقاش خوبیه برامون سری قبل من این نقاش خیلی خوشگل کشیده یادت اون نقاش چی کشیدی برامون؟ چی بود؟ نمیدونی چرا نمیدونی؟ یه آدم کشیده دو بار نقاشی کشیده آره یه بارم تعمیرگاه کشیدی گفتی میخوام مکانیک بشم مهندس مکانیک بشم. این دفعه که از نقاشی های قبلیت برای جشنواره نقاشی فرستادی چی بود؟ یه ماشین. چرا ماشین؟ مامان نمیدونم. از نقاشی های قبلیت بود. خب چند روز اینجایی؟ شش روزه. یه هفته. غذا میخوری؟ خوشحالی که الان با افتخار میگی نوک؟ چرا نمیخوری؟ خب غذا تو نخوری که خوب نمیشی؟ الان میخوای از این یه دیدم بوی میوه میاد اینجا میوه میخوری الان؟ نه الان باید قرصاشو بخور میخواده بخور الان باید قرصاشو بخوره؟ خب قرصاتو بخور دیگه امیرعلی الان اینجا نقاشی نمی‌کشی برامون؟ نه چرا؟ ما دوست داریم برامون نقاشی بکشی بابا دستت از منم بهتر کار میکنه
من این 3 تا انگشتم کار نمیکنه، تو هر 5 تا انگشتت کار میکنه. به خدا دیدی نگاه دستتو قشنگ اینجوری باز میکنی میبندی. ها برامون نقاشی میکشی؟ میخوای رو هوا نقاشی؟ رو هوا برامون نقاشی بکش. خب بلاش. کلا حوصله ما رو نداری نه؟ سکوت علامت رضاست. نورگینه احتیاج به استراحت داره و از صبح تا حالا با من بود. تو چه تا حالا اینقدر تو فکری؟ تو چی کار داری میکنی؟ مهمه. تو بگو چه شده اول؟ تو چی دیگه رفتم این جشنواره نقاشی کودکان بیمار میزن این بچه های مریض رو اینا رو دیدم که تو این جشنواره شرکت کرده بودن. چه نقاشی هایی ولی حالا بد شد، خیلی تا آخر وقت نتونستم بمونم پیششون. چرا؟ نمیدونم، حالا میزد بد شد. الان جشنواره هم جز فیلمته یعنی؟ به نظرم باید باشه، خیلی تخصصی دارن همون کاری که من میخوام رو انجام میدونم. دسترسی ما به 800 نقاشی عالی، نقاشی خوب. بله. نه همون هوای پاکه. دیدن بچه های مریض تو روحی هم تأثیر میذاره. این در مورد مریض. اما دیدنشون رو نقاشی کشیدنشون رو دوست دارم. یونس چند سالته؟ 11. چند سال نقاشی میکشی؟ 4. از 5 سالگی؟ بله. نقاشی کشیدن دوست داری؟ بله. دوست داری نقاش بشی؟ چرا دوست داری نقاش بشی؟ ستای چند سالته؟ اول گفتی 7 سالمه که 6 سالته؟ چرا اینقدر عصبانی هستی حالا؟ یونس خب یونس ببینمت با نقاشیت به من نشون بده. نگفتم دیدم. چقدر نوشته داره رو نقاشید؟ اینا را چیز کنم برای نوشته. خب بگو چی میگه؟ آقای دکتر چی میگه؟ آقای دکتر گفت که پسرم من مریضیت را به فیلال من استخوان حل میکنم. پسر مریض گفت خیلی ممنون از شما متشکرم. خب چرا اونو نوشتی؟ اون نوشتم که فرد مثلا بعضی آبنازی این تصویر خشن کرد دیده شد. این آقای دکتر رضاییه؟ و اون جمله واقعیه؟ واقعا اون جمله رو گفته بود بهت؟ آره حالا گفته. آره محشید چی میکشی برامون؟ دارم الان چیز میکشم چمن. محشید دوست دارم بازم تو چه کاره بسید؟ آرشگر. چرا آرشگر؟ خیلی علاقه دارم. دختره تموم شد؟ شما چرا هم فیلم میگیریم؟ همینجوری من فیلم میگیرم چون دارم به امروز نقاشی بچه های فیلم میسازم. بله. میکنم مثلا منظور تو از این نقاشی چیه؟ و منظور چقدر میتونه منو تحت تاثیر قرار بده؟ میخوام نقاش باشم تموم بیمارستان ها رو رنگ کنی؟ همه بیمارستان ها رو رنگ کنی؟ آره. حتی بیمارستان ها دم منم بچه بودم دوست داشتم نقاش بشم. تو هم دوست داری نقاش بشی؟ من که نقاش هستم.
نقاش هستی؟ به نظر من میتونم نقاش خوبی بشم؟ نقاشی میکشی الان تو؟ آره نقاشی بکشم؟ من روی این کاغذی یه خونه بکشم مثل من تو؟ آره خب میتونی ازم فیلم برداری کنی؟ نه چرا؟ بیا دوربینو بگیر نه ها؟ نه نمی کنی؟ همه بلد نیست نه همینجوری نگهدار رو به من رو به نقاشی من اینجوری اینجا رو ببین اینجا رو بگیر همینجوری نگهش دار میتونی؟ همینجا نگهش دار دو دستی نگهدار که نگه خب ببین من آره ببینم به ما قشنگ نشون بده دیگه آفرین خودت هم ببینیم دیگه نقاشیت هم حالا ببینیم دیدم دیگه من دیدم دارم هنوزم خواب درخت‌های خون و باغ رو می‌بینم. درخت‌های بلند و زمستونی‌شون. خواب آدمک تو نقاشی‌هامون. خواب چقدر خوبه. روز بازی میکردم و شاد بودم حیف که نمیشه آخه من هیچ وقت تنهایی بازیگوشی نکردم یه وقتایی با آدمک حالا هم با دوستام دوستایی که کوچیک و بزرگ تو این فیلم هستن اصولا این که چرا بچه های دور زمونه به نقاشی میپردازن شاید دلیلش نقاش شدن نیست و نقاشی بیشتر براشون بهونه است که اونها فکرشون رو پرورش بدن فکرشون رو باز پروری بکنن به این صورت که وقتی که یه دونه کودک روی کاغذ داره دنبال نقشی یا خطی میگرده این فکرش دائم درگیره و بهش کمک میکنه که در آینده هم همین رفتار رو انجام بده یعنی رابطه مستقیمی که بین ذهن و جهان بیرون اینجا جهان بیرون کاغذ نقاشیشه و رنگ‌هایی که میذاره ولی بعداً این نقاشی امر نقاشی کردن تبدیل میشه به امر ذهنی امر پیدا کردن خطها یا ترسیم خطها تبدیل میشه به یک فعل ذهنی که باعث میشه که اونها در آینده بتونن به همین سرعت که سرعت مغز و دستشون هستش و همین سرعت تصمیم گیری هایی رو بکنن که براشون در آینده به درد میخوره چند روز چشم میگردونم دنبال آدمک میگردم اما نیست هر جا رو که میگردم نیست میرم خونه با تا شاید اونجا باشه آدم ها نمره میگیرن اینا از نفر اول تا نفر حالا انوم اگه همه این بچه ها اگه همه این بچه ها مساویه با هم به نظر من تشویق می شدن عالی بود ولی الان یه حس رقابت وجود داره بعد اصلا من مشکل با اینه که بچه هایی که بیمارن دارن یه بچه که بیماره خیلی اتفاقا احساساتش جریه دارتر شده شاید یه جاهای البته بچه ها دونه بچگیشون در هر صورت دارن و من اینو قبول دارم که در هر صورت دارنش ولی این بچه ها شاید رنجی کشیدن که من ترجیح میدم به هیچ شکل و به هیچ عنوان مقایسه نشن. Out the help.
give a smile, but beating high. Like a small boat on the ocean, sending big waves in emotion, like how a single word can make a heart open. Shaggy too. Oh. Shaggy too, because you would like. Oh, maybe that time, I would see a leg of borrow shark. توصیه بازی که دیگه نشون که بازی بیمانه هستش که از زود داده سر میکنه بخونه چیزی که برش نمیشتن خیلی خوبه یا بیمانسان برنامه تقریبون به استانبول فرسته توی که فکر نمی کنی که با این شرایطی که داره به وجود میاد علاقه مندی تا این حدی که به نقاشی و این جشنواره ایجاد شده بچه ها فکر کنم که مثلا اگه زمان برنده نشن خوب نمیشن خب ما سعی کردیم که در واقع اعلام کنیم که همه برنده ای داریم به نظر هر کسی که یک اثری رو نظر در واقع بهش گفتیم که شما یک اثری رو خلق کردید برنده است بپذیریم که هر جشنواره برگزار میشه بالاخره یک کسی بهتر یک کسی در واقع ممکنه که خالیتر نقاشی بکشه نسبت به بقیه ولی ما با برنامه‌ریزی که کردیم قراره که به همه افرادی که در واقع جشنواره شرکت کردن هدیه ای بدیم بابا تقدیم مگه سبزه پله ها رو بکش پله پله این سمن پله کشیده حاله من خدای نکره خودم کشیدم دستشیده اومدم سراغ بچه های خودم بچه های کلاس تئاتر خلاق که این بار نقاشی بکشن از نقاشی برام بگن اما بیشتر بازی گوشیه تا نقاشی مریض شدی؟
آبل مرغون واقعی نقاشی؟ نه. حالا آبل مرغون نگرفتی؟ نه. این چرا میگه آبل مرغون گرفتی؟ ولی خودی بهم گفتی این برش آدمک چند روز نیستی؟ هرچی میگردم دنبالت نیستی، هیچ جا نیستی، همه اون جایی که تو همه این سالا دیده بودمت نیستی و نمیدونم چرا. خداحافظ. سرگرم کننده ساده برای بچه ها باشه که بتونه سرگرمشون کنه، میتونه به عنوان یه ابزار عالی برای نشون دادن افکار، احساسات، هیجانات بچه ها باشه. حالا چی میشه که بچه ها سمت این کار میرن؟ به نظر من بیشتر به دنیای درونی بچه ها برمیگرده و بعد میتونه افکار، اتفاقای محیطی، حتی توانایی که وجود داره توی بین افراد که مثلا یه بچه توانایی داره یه نقاشی رو میکشه، نقاشیش مورد توجه اطرافیان قرار میگیره و بعد حس خوبی ایجاد میشه و تکرار میشه این کار. یعنی از یه تشویق ساده، یه دست زدن، یه لبخند ساده بعد از تولید و یه اثر، حتی یه خط خطی کردن رو کاغذ میتونه شروع بشه. این چرا خیلی بزرگه.